با نام خدا و با عرض سلام حضور شما بینندگان ارجمند. در طی چند برنامه گذشته ارتشبد حسین فردوس که در طی رژیم گذشته سمت‌های مهمی چون قائم مقامی ساواک، ریاست دفتر اطلاعات ویژه و رئیس بازرسی شاهنشاهی رو به عهده داشت، اطلاعات مهمی رو در رابطه با نحوه آشنایی خودش با محمد رضا در دوران کودکی، همچنین سفر به سوئیس و آشنایی با شخصیت‌هایی چون تیمورتاش وزیر دربار رضاخان رو برای شما بیان داشت. اینک از وی می‌خوایم تا در رابطه با حوادث دیگری که در جریان سفر محمد رضا به سوئیس رخ داد برای شما بینندگان توضیح بدهد. در اینجا یه مسئله تو این مدرسه در کنار درس جالب هست که ما که وارد مدرسه شدیم دیدیم که یه مستخدمی، یعنی من شخصا مشاهده کردم یه مستخدم که جارو میکشید راه روره و نظافت میکرد و این ترتیبی داده بود که اون راه روی نظافت بکند و اتاقهای نظافت کند که ولیعهد هم در همون راه رو و اتاقش در همون راه رو واقع شده بود که هم راه رو او رو نظافت کنه و هم اتاق او رو. این آدم به نام ارنست پرون است، یک نفر سوئیسی در حدی که برای من مقدور بود، یعنی اون چی که خودش میگفت که مسجل همسایه بود و سایرین که این سوئیسی است، فامیلش هم در سوئیس بودند. بعد ضمن صحبت هایی که خودش میکرد میگفت که حدود 4-5 ماه قبل به این مدرسه تقاضای استخدام داده و قبول کردند، اما خیلی مدت نگذشت که همین ارنست پرون دائما در اتاق ولیعهد هست. به محض اینکه کار نظافت کاریش و اینها تمام میشد و اونجا البته گاهی هم من میرفتم که ببینم چه موضوعی موجب شده که این مورد توجه واقع بشه. ببینم این آدم که نظافت کار هست، این آدم در شعر و ادبیات و فلسفه و اینطور مسائل در سطح خیلی بالا اطلاعات داره، در رمان نویسی و قرائت رمان، نحوه بیان جملات اینها. و این ولیعهد بیشتر جذب اون رمان شده بود، رمان‌هایی که این انتخاب می‌کرد و با اون سبک خاص گیرنده برای این قرائت می‌کرد و هر شب می‌گفت باید از فلان ساعت بیای و برای من فلان رمان رو قرائت بکنی. او دیگه براش زمان مطرح نبود، هر موقع که بیکار می‌شد می‌آمد در اتاق محمد رضا. خب من هم می‌دیدم که تنها نیست، ولی تنها نیست، من هم مزاحمش نمی‌شدم، می‌گفتم اون یه نفر هست پروش باش صحبت بکنه. گاهی هم خب شرکت می‌کردم، اما از چیزایی که او قرائت میکرد و یا من زیاد علاقهی به اون مسائل نداشتم، چند دقیقه میموندم بعد ترک میکردم. و شعر هم خودش هم شعرم میگفت، شعرهای خوب و قابل قبول، شاید در رده شعرهای متوسط، نمیگم شعرهای
رده بالا که خیر، اما در رده شعرهای متوسط. این ادامه داشت، این رفاقت، تا سال 50 از کم تا سالی که 1315 که آمدیم به تهران ادامه داشت. بعد به او ولیعت به او گفته بود که وقتی من به تهران رفتم از پدرم خواهم خواست و مصرن که تو به ایران بیایی با من باشی. او هم خیلی خوشحال از این جریان، ولی در اون در سوئیس و تا زمان مراجعه من برام مقدور نبود، نه در سطح گنجایش فکری من بود که اصلا بدونم این قضیه ارنست پرون چیست، برای چی اینجا گذاشته شده، این کار که منطبق با معلومات اون نیست. از این چی این مسائل البته برام مطرح بود، اما چیز دیگه نمیتونستم بدونم. باز اینجا مسئله خود مدیر مدرسه هم مطرح میشه که قبول کرده که چنین آدمی با این معلومات نظافتکار باشه و راه پیدا کنه. مدیر هم مدیر مدرسه فرد سیاسی بود، زن امریکایی داشت، خودش هم ارتباطاتی استنباط میکنم از صحبتهاش که با انگلیس ها روابط خوبی داره، در حد خودش، در حد شغلیش. این حدود بود که من در اونجا متوجه شدم. در مورد ارنست پرون باید میدونستم که آمدیم که تهران، با پدری صحبت کرد، با رضاخان صحبت کرد که این ارنست پرون باید اجازه بدید بیاد ایران. با اکراه رضاخان جواب داد نه، مصلحت نیست و اگر میخوای کمک بکنی کمک مالی بکن به او اگر وضعش بد هست. چون زیاد اصرار کرد و خب رضاخان هم در مقابل تقاضاهای ولیعت زیاد مقاومت نمی کرد، نقطه ضعف در مقابل او داشت که یه اکراهی احتمالاً پیدا بشه بین ولیعت و رضاخان. گفت اگه اصرار داری بیاد. گو بله اصرار دارم. این آمد ایران و بعد رضاخان البته میپرسید که این ارنست پرون توی ساختمان ولیعت هست یا نیست. اگه میگفتن هست نمیامد اون ساختمان، نمیخواست با این مواجه بشه. و بعد هم به ولیعت گفته بود که این اگر من تو باغ نزدیک های خودم ببینم طوری میزنمش که ممکنه سالم، جان سالم به در نبرد. خب مسئله به خود ولیت، به خود ارنست پرون گفت، گفت من تلاش میکنم که از یک کیلومتری دو کیلومتری عبور بکنم. به هر حال یک بار اشتباه کرده بود پرون که
توی باغ سعدآباد، چون رضاخان معمولا محل قدم زدنش مشخص بود، این اشتباهی کرده بود. او محلش رو در اون روز خب میخواست در یه سمت دیگری حرکت بکنه، نزدیک میشه به این، شاید مثلا در 100 متری بلا. بعد دنبالش میکنه که بزنتش با عصا و اینها، دنبال پیرام میکنه. اون خب جوان بوده، جوان بود در اون موقع، فرار میکنه از لای درخت ها. بعد یه موقع ولیعهد از اینطوری که خود ولیعهد به من نقل قول خودش شخصا گفت، من پدرم پرسیدم که این با این ارنست پرون چه دشمنی خاصی هست که این ترتیب رفتار دارید؟ گفت این جاسوس مشخص مسجل مسلم انگلیس هست، تردیدی هم نداشته باش که این چنین است. و من خوشم نمیاد که تو خانه من یه جاسوس انگلیس باشد. البته خب فراوان بودن و شاید همه بودن، اما خب نه علنی، یا نمیتونست، رضاخان نمیدونست، این رو میدونست. حالا از کجا گزارش داده بودن و کجا بهش اطلاع داده بودن اون رو دیگه تکرار نکرد. بعد از مدتی یک سال گذشت، گفت من اصلا تحمل این فرد ندارم و ردش کنید به سوئیس. رضاخان گفت به ولیعهد که ردش کنید به سوئیس. حالا اگر بعد اصرار باز ولیعهد شروع شد، گفت خیلی خوب، بره در رامسر، اونجا ما دستور میدم که، رضاخان گفت دستور میدم که اونجا تزیینات باغ و اینها رو واگذار کنن به این شخص و حقوقی هم دریافت کنن، بره اصلا اونجا دیگه اینجا پیداش نشه. و فرستادنش، ولی هم مجبور شد، به اجبار پذیرفت. خب امر هم بود و اعزام شد به رامسر. ولی خب اون با اون ترتیباتی که میسر بود، هر 15 روز یه بار خودش رو میرسوند، ولی خب در خفا. البته در خفا، ولی خب رضاخان که در خفا نمیتونست باشه، اون از اون نگهبان گرفته تا اتاق دار و فلان اینها، خب از طرق مسئول مربوطه بهش گزارش میدادن، اما یه چیزی عکس العمل نشون نمیداد. تا اینکه این جریان شهریور 1320 اتفاق افتاد، که این هم همون ادامه، ارنست پرون هم در همون شمال وظیفش باغداری بود، سلیقه هم داشت در این زمینه. تا اینکه رضاخان خب ایران رو ترک کرد. به محض اینکه رضاخان ایران رو ترک کرد، این دیگه رسپرون دیگه هیچ گونه محدودیتی نداشت و آمد نزدیک کرد خودش رو، و خیلی نزدیک، دائما در ساعت فراغت همراه ولیعهد بود و من هم بودم در ساعت فراغت، دائما من هم بودم. ولی او پرون خیلی احترام داشت به من، یعنی خودش
میگم من مثل مرعوس تو هستم، از هر حرکتی خوشت نیامد به من بگو. البته این برای جلب رضایت من بود و شاید احتیاج نداشت به این جلب رضایت من، ولی خب عمل میکن. خیلی سریع متوجه شدم که این در صحبتهایی که گاهی تنها گاهی همراه من با محمد رضا میکند، یکی شاه شده بود، میشد گفت که اکثر مواردش مربوط میشد به نظرات انگلیس ها و خیلی واضح هم میگفت که به خود من میگفت، اصلا بیشتر جزئیات رو به من میگفت تا به محمد رضا شاه، که بیاناتش اینطور بود که بله من روزانه به سفارت مراجعه میکنم و خب نظراتی دارند، نظراتشون هم باید اجرا شود. و از طریق بهترین راه من همین راهیست که انتخاب کردم، از طریق خود محمد رضا شاه. خب گاهی پیشنهادات و تقاضاهای اونها که این منعکس میکرد، ارنست پرون منعکس میکرد، نمیتوانست مورد قبول واقع بشه. در اینجا من یه حالتی انفعالی در ممرز مشاهده کردم که این حالت انفعالی هم دوام پیدا کرد تا رفتنش از ایران، و این بود که در مقابل تهدید و حتی حرفهایی که مثلا نمیشه بهش ها گفت، حرفهای تحکم‌آمیز که باید این کار رو بکنی، من میخوام که این کار بشه، و این ترتیب گاهی که با هم حضور داشتیم این به اون فرم صحبت میکرد که اگر موردی بود که قبول نمیکرد میگو باید بکنی و الا نتایج رو خواهی دید. این صحبت به هر حال برای اینکه یا از شرش راحت بشه یا اینکه توهین بیشتری نشنود میپذیرفت. نمونه ای از کارهایی که اون میگفت تو ذهنتون هست توضیح بدین؟ ولی نمونه هر چی که تصورش بفرمایید، اشخاصی بودن مورد تعقیب بودند در مراجع قضایی، مورد تعقیب یعنی اشخاص مهم، نه اشخاص رده متوسط و پایین نبودن، اشخاص مهم در رده وزیر و وکیل و اینها. این میگفت اون پرونده باید ساکت باشد، راکت بماند. کار به جایی رسیده بود که مثلا یه مدیر کل تعیین کردن توی وزارتخانه دیگه احتیاج به گفتن به محمد رضا شاه نداشته، ولی در مورد گماردن انتخاب یه وزیر یا تحمیل یک نماینده مجلس به یه منطقه، این کارها رو به اون میگفت و اکثرا هم یعنی تحقیقا همشون انجام میشد و بعدها به این وضعیتی که وقتی این به قول معروف اون هزار خانواده که گفته میشه
حالا هزار تا به رقمش ما کار نداریم، ولی خب بود چنین چیزی. یک خانواده هایی بودن که خب از نظر ثروت و از نظر سوابق و سوابق سیاسی و فلان اینها در رده های بالا قرار گرفته بودند، مانند مثلا خانواده فرمان فرماییان مثلا، یه نمونش بعد. یا خانواده امثال اینها که به نام یا خانواده قوامون که شیرازی مدرکن، اینها با اینها چون خودش تعریف میکرد، من که دنبال او نبودم، دنبال ارنسپرون نبودم، خودش تعریف میکرد، خب من شنونده بودم، میگو بله دیشب منزل فلانی بودم، مشکلاتی داشت، مشکلات رو مقدارش رو دستور دادم رفع شود و رفع میشد، چون به موقعیت او پی برده بودند، مقاماتی که باید دستور دهنده باشن به موقعیت پران پی برده بودند و حتی مشکلاتی برای خود وزیر پیدا می شد یا معاون وزیر یا این نماینده مجلس، اینا رو خودش ترتیب می داد و ترتیب دادنش هم خیلی زننده بود. همونطوری که با محمد رضا شاه با اون فرم صحبت میکرد، معلومه که با اینها مشخص بود که با اینها در رده خیلی پایین‌تر صحبت میکنه. میگفت دستور میدهم که چنین بشود و چنین میشود و این وضعیت پرون ادامه پیدا کرد. دوستان اطراف محمد رضا هم او تعیین میکرد. خب من بودم اون موقع، در اون دوران تا قبل از یکی دو سال قبل از ازدواج با ثریا، دوستان دائمی رئیس در رأسشون من بودم و پشت سر من پرون بود. پرون دو نفر آورد به تدریج تحمیل کرد، یه نفر به نام تقی امامی و یک نفرم به نام فتح‌الله امیرعلایی که رئیس هتل ها شد بعدن، هتل های مربوط به دربار مثل رامسر و بابلسر و اینا. اما تو اون طوری که فتح‌الله امیرعلایی خب شاید اون استعداد لازم برای جذب محمد رضا شاه نداشت، ولی امامی داشت، در حالی که بسیار ساده بود چون ورزشکار بود، اصولا ورزشکار بود، این امامی میتوانست در زمین های ورزشی خودش خیلی نزدیک بکنه به محمد رضا شاه. من هم هیچ گونه احساس حسادتی نداشتم، خوشحالم بودم که به هر حال هر چیزی ولو خیلی خوب هم باشد، ولی چون من نظر خاصی که نداشتم از محمد رضا سوء استفاده بکنم، اگه اون منظور داشتم شاید شب هم علاقه پیدا میکردم تو اتاق پهلوی بخوابم در همون کاخ. چون این نداشتم، این بود که خوشحال می شدم تا می فهمیدم که تقی امامی مثلا امشب پروش هست، می رفتم دنبال کار خودم، برنامه شخصی خودم. این
عرض کردم که این قضیه رسپرون با همین ترتیب و این کیفیت و با تحکم و حتی بدگویی گاهی جلو به خودش که خودم هم رضا شاه که ارزش نداری مثلا با تو من صحبت بکنم، همین صحبت هایی که من تصور میکردم که مثلا این در مقابل چنین توهینی دستور بده، حالا جلو خودش خجالت میکشه، میتونست دستور بده که به گاردش این رو برد این رو این فرودگاه سواری هواپیماش رو این درست این سویس کار دیگه از این راحت تر که نبود، ولی راحت بود. چرا نمیکرد؟ چرا تحمل این به حساب ذلت رو داشت و قبول میکرد چنین ذلت رو؟ به هر حال من مقایسه میکردم اونو با خودم، میگفتم من بودم همونجا با به حساب با یه دستور که از اتاق برو بیرون دیگه نبینمه مواجه میشد، چطور میتونست تحمل کنه؟ چرا تحمل میکرد؟ در اینجا و بعداً که مسئله برخی خصوصیات محمد رضا شاه شاید مطرح بشود، یکیش صبر و حوصله فوق‌العاده‌ای بود که من در افراد دیگری که آشنا بودم سراغ پیدا نکردم و همیشه به روی زمان خیلی حساب میکرد. میگفت این شخص که یا این وضعیت که چنین است این میگذرد. حالا چون نمیخوام از موضوع ارنست برون دور بشم این وضع ادامه پیدا کرد تا اینکه این دچار سنگ کلیه بود و بعد ارنست برون و بعد هم و بعد هم یک حالت فلجی پیدا کرد که با عصا زیر بغلش مجبور حرکت کنه، پای راستش فلج شده بود در نتیجه این موضوع. مرض شدت پیدا کرد، مجبور شد که مراجعه کنه به مریض‌خانه‌های سوئیس. ولی تا زمانی که بود، حالا این تاریخش برای بنده خود مشکل پیدا کردنش چه سالی بوده، حتی تخمینش کمی مشکله، ولی یکی دو سال بعد از ازدواج با سریا رفت به سوئیس برای معالجه. یکی از روز جمعه بود که دعوت میکردن، دعوت عمومی تری میکردن، تعداد بیشتری در کاخ حضور پیدا میکردن، من هم خب جز مدعوین بودم دیگه. در زمان سریا من مثل زمان فوزیه اونطور نبود که سر میز غذا مثلا یا در ساعت تفریح فراغت محمد رضا شاه باشد و فوزیه و من به عنوان رئیس دوستان و پرانم حرف شنویی شدید از من داشت و مواظب بود که مبادا مثلا من یه ترتیب بدم که این رو بیرونش کنه از اونجا. حتی گویی که بعد متوجه می شدم، بعد متوجه شدم مقدور نبود، چون اون جای پاش محکمتر از این صحبت بود، ممکن من رد می کردن نه اون. بعدم اون دو نفرم که امامی، تقی امامی و فتح الله امیرعلایی اضافه شد، همین این جرگه جمع کل دوستان دائمی، جرگه محدود، جمع کل دوستان محمد رضا شاه بودن. تا اینکه با سریا ازدواج کرد، اون وقت خب وسعت پیدا کرد که در موقعش
عرض میکنم حضورتون. در اون سال، همون روز جمعه که عرض کردم که من شده بودم دیگه جزء مدعوین، تلفن میکردن روز پنجشنبه که فردا دعوت داری. حالا من که مثلا هر روز اونجا بودم، یه سرعی ها ترتیب داده بود که ادعای معینی هر شب اونجا باشم. من جز اونا نبودم و ولی جمعه ها باید دعوت بشم. دعوت شده بودم. بعد اومدن یکی از پیش خدمت ها آمد گفت که پای تلفن تو همون کاخ روز جمعه، کاخ سفید سعدآباد، تابستان کاخ سفید سعدآباد، چون موقع تابستان میومد کاخ سفید سعدآباد، میومد سعدآباد زمستان کاخ مرمر، یا علاقه بیشتری در زمان ولیعهدی داشت همون کاخی که به نام اختصاصی نامیده میشه که اون وارد در سنگی هست، اون کاخ متعلق به ولیعهد بوده. پای تلفن گفتم میخوانه تو. رفتم پای تلفن، دیدم هرمز قریب سفیر ایران در سوئیس پای تلفن هست. گفت خواستم با تأسف کامل خودم بگویم که ارنست پرون در مریضخانه فوت کرد. من هم آمدم موضوع گفتم به محمد رضا، عکس العملی در قیافش ندیدم از نظر غم یا اندوه یا تعجب حتی. شاید باطنن مثلا بعدش هم نیومده که رفته. فقط به سایرین هم که دورورش بودن سر اون میز من جمله سریا گفت که پرون فوت کرده است. این تاریخش هم پیدا کردنش خیلی ساده است، از که بعد از دو سال بعد دیگه این خاتمه اون شروع زندگی به حساب شروع نزدیک شدن ارنست پرون بود با محمد رضا ولیعهد، و این هم خاتمه وضعیتش بود در زمانی که محمد رضا شاه شده بود. و در اینجا هم در بین صحبت ها برخی خصوصیات ره، یکی در مدرسه روزه که محمد رضا شاه خیلی علاقه داشته است که همه دوستش بدارند، خیلی علاقه داشت، حاضر بود مثلا از خیلی چیزهای اساسی بگذرد، اما احساس، یعنی احساس دوستی یک فرد، حتی فرد نه مثلا حزب، یا اگه حزب و اینها بود خب میشد فهمید که خب دلیل سیاسی داره، فرد. این از اونجا شروع شده بوده، از سوئیس در اون سنین 16 سال بین 15 و 16 و ادامه داشت تا روزی که برود. یکی هم تحمل در مقابل افرادی که جسور بودند و میتوانستند نیروشون رو تحمیل بکنند پیش میکرد. بله، خیلی متشکرم. خب بینندگان محترم، در اینجا چهارمین بخش از برنامه مصاحبه ما به پایان میرسه. با عنایت به این که مورد نظر گرامیتون واقع شده باشه، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.